هموطنان عزیز سلام امیدوار در هر کجای دنیا که هستین زندگی مملو از نشاط صفا و صمیمیت داشته باشین امیدوار در کانون گرم خانوادهایتان زندگیتان مملو از نشاط باشه و تبتان شاد و نانتان گرم و آبتان سرد تا وا گرم است که ولگه دی شرایط منان گرم و ادم ما مذهب تا تی رقم هوا گرم شده که وضعیت بخی خراب است خب به هر صورت خداوند تحمل بیشتر بر ما نصیب بکنه که هر فراز و نشیب و هر پستی و بلندی زندگی را تحمل کرده بتانیم عزیز دل شما شنونده آریانا هستین و برنامه شفاست با ما دکتر قیس نیکزاد متخصص امروز داخلی اومی و جنسی با ما مگه بگویم میشه خاطر که ما خیلی تنها نیستیم، یک نفر در کمره مصروف است، یک نفر د تخنیک مصروف است یک نفر در اصو مصروف است، یک نفر در ایستو مصروف است، تنها ما خیلی یک تیم اینجا کار میکنه <تصفح> خب ازادل بساس پیشنهادات پیهم شما و سایر دوستها امروز قرار است که ما در مورد هپاتایتس سی صحبت بکنیم یا زردی سفید به اصطلاح مردم شما امیدوار هستم که بحث را تا آخر شنونده باشین و بیننده باشین و پرسش های سی بی را با ما در میان بگذارین ما که خیلی غلط نکردم خب از دل در تبابت عنوان وجود داره تحت نام هپاتایتس هپاتایتس یا التهاب در کبد یا التهاب در جگر عوامل مختلف وجود داره که در نزد یک فرد التهاب را در کبد یا در جگر سبب شده میتونه بعض افراد اشخاص امکان دارن که ویروس در خونشون باشه ویروس های مختلف مثل هپاتایتس A, B, C, D, E, G اینا ویروس هست ای وایرس ها در داخل خود کبد سمیت زدایی می کنن و سبب میشه تا سمیت را در حجرات کبدی بلند ببرند و سبب شد که جگر انسان را تخریب بکنند در از امکان داره که بعض اوقات بعض چیزای یونانی جگر ما شما را تخریب بکنند بعض دواها امکان داره که سبب التحاب در کبد ما شود بعض انتانات به جز از وایرس ها مثلا سایتومگال وایرس اپستین بایر وایرس هپاتایت سو وایرال هپاتایت سو که یو وایرس بعضی باکتری ها مثلا کسایی که مرقه دارن امکان داره که در دا پلی مرقه زردی یا هپاتایت سو هم چنان پیدا بکنن التهاب در کبدشون در پلی مرقه ایجاد شود کسایی که بعضی بغلار تجربه میکنن در پلی از امکان داره که بتارن سال التهاب در کبدشون همچنان تاسس بکنه انتونات مختلف سبب التهاب در کبد شده میتونه در از و دواهای مشکل ایجاد میکنه امکان داره که التهاب در کبد در سیر جمع شدن چربی در کبد ایجاد شود در جریان حمل ایجاد شود التهاب در کبد امکان داره در سیر گرفتن الکل ایجاد شود التهاب در کبد امکان داره که در, در, در نزد افراد اشخاص در سیر یک سلام روز ایجاد شود یعنی سیستم دفاعی به که از بدن ما شما دفاع بکنه به علیه بدن آنتی یا اسلحه تولید کرده خب عوامل مختلف وجود داره که در کل سبب التهاب کبد میشه وقتی که ما میگیم هپاتایتس یعنی التهاب در جگر التهاب در کبد واحد ساختمانی و وظیفوی حجرات کبدی را به نام هپاتوسایت میگن این هپاتوسایت ها امکان داره بعض اوقات در سیر التهاب تخریب شوه و این تخریبات در آینده کبد را مساید میکنه برفتن به سیروز جگر یکی که رفتن مساعد میکنه به با خود با رفتن به طرف سرطان های جگر پس امروز مشخصا ما میخواییم در مورد وایرل هیپاتایتس یا هپاتایتس ویرسی یا التحاب کبد یا جگر نوشی از ویرس ها و در پلوی رو مشخصا در مورد وایرل هپاتایتس سی صحبت داشته باشیم وایرل هپاتایتس سی یا زردی سفید البته زردی سفید زیاد نوم چاره مناسب نیست ما چیز به نام زردی سیاه و سفید و سرخ و آبی و سبز نداریم این نامگذاری است که معمولا در اجتماع در بین افراد گذاشته شده خب بزرگواران. اصلا هپاتایت سی, سی یک وایرس از نوع آرنه ای هست یعنی به ترمسال یک سلسله RNA ای در هسته خود داره ای ویروس کلانترین شیوه انتقالش از یک فرد به فرد دیگه یا از فرد منتن به فرد سالم با استفاده از انتقال خون هست یک وقت بود که 90 فیصد واقعات انتقال زردی سفید با استفاده از انتقال خون ملوث به خون فرد سالم یا تماس خون ملوث با خون فرد سالم میشد خصوصا ترانسفیوژن شرایطی که مثلا خون پیش از ترانسفیوژن یا پیش از تطبیق مورد اسکرینینگ قرار نمی گرفت این ویروس و سایر ویروس هایی که ناشی از نقل و دم برای یک فرد انتقال می کرد انتقال از یا بسیار زیاد بود ولی پس اون اساس تا اساس تا به حد عقلش کاهش پیدا کرد مثلا یک وقتی بود که 90 فیصد انتقال هپاتیت سی یا زردی سفید توسط خون یا نقل و دم یا ترانسفیوژن صورت می ولی حالا ای بسیار گرافش کم شده به خاطر که حالا خون قبل از تطبیق کردن از یک فرد به فرد دیگه مورد اسکرینینگ قرار میگیره مثلا ای خون چک میشه چی چک میشه چی وی چک میشه در سایر ویرس ها چک میشه کراس صورت میگیره گروه خون تثبیت میشه بعد از اون مثلا خون یک فرد به فرد دیگه تطبیق میشه ولی از ولی قبل چون این موضوع زیاد به صورت درست درستش عملی نمیشود به خاطر ترین شیوه انتقال از طریق ترانسفیوژن بود شیوه های دیگه انتقال وایرس از یک فرد به فرد دیگر عبارت طریقی است که یک نفر زرق شود. زرق یعنی به کسایی که ملتی انجکتیبل درگ یوزر کسایی که ادوی متکرر زرقی را بگیرند چی خواسته چی نخواسته چی موتات هستند چی به طور مثال مرضشون می میکنن کسایی که از سرنجای مشترک استفاده میکنن کسایی که از پلای مشترک استفاده میکنن کسایی که مثلا د سلمونی مراجعه میکنه سلمان است که مثلا وسایل دیسپوزبل نداره که مو که مثلا فکر کو مو یتوره تراش میکنه در کلگی هم بر هر کس فرق بکنن خو تنها پلن پلت تبدیل میکنن معمولا یا در بعض جای ببینید که مثلا او پله توسط اگرارت تقیم میکنه حالا که با استفاده از او تقیم های ساده که سلمان یک لایتر میره پش, پش 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 باز یک الکول رو میزنه باز رو در میته این شیوه تقیم زیاد منطقی نیست دوست بنابرای کسایی که تتو زیاد میکنن کسایی که به سلمانایی که در جای مشترک اصلاحی موی اسم مراجعه میکنن کسایی که در موضوعات مثلا تطبیقات و زرقیات خود متوجه نمی باشند کسایی که ملتیپل سکس پارتنر می داشته باشند یعنی شریک های متعدد جنسی می داشته باشند امکان داره که انتقال از این ویروس پیش از افراد اشخاص بیشتر باشد در این حال بعض اوقات امکان داره که پیش افراد کو انفکشن موجود باشه یعنی مریض در پالی زردی سیاه، زردی سفید داشته باشد در پالی از امکان داره که زردی زردم داشته باشه امکان داره که مریض اچ آی وی یا ایدز هم داشته باشه امکان داره که مثلا سال توبرکلوز هم داشته باشه بعضی اوقات امکان داره پیش افراد اشخاص کو انفکشن واقع شود یعنی به این معنا که چندین انتان و میکروب به صورت همزمان بدن در بدن یک فرد از دل در مرحله ابتدایی وقتی که ما مصاب زردی سیاه میشیم تقریبا در حدود 6 تا 7 هفته وقت را دوره اینکوبیشن در بر دوره تفریخ از این ویروس تقریبا در حدود 6 تا 7 هفته است یعنی فرد شاید 6 هفته 7 هفته هیچ نو دریافت های کلینیکی را نداشته باشد. بعدها دریافت های کلینیکی نظر به مافیت بدن فرد فرق میکنه امکان داره که دریافت های کلینیک کاملا غیر وصفی باشد افراد اشخاص معمولا خستگی می باشند بیالی می باشند بیشیمگی می باشند کسالت می باشند از بوی سکرت مثلا بدشون میاد در پلی از مثلا اشتیا خراب میباشه قابلیت فعالیت اجرای فیزیکی نه نمیدوشته باشه در بعض وقت امکان داره که جاندس یا یرقان همچنان موجود باشه در مراحل پیشرفته امکان داره که زردی سفید پیش افرادش داشته سبب ایجاد یک سری اختلالات شوه اختلالات مختلف امکان داره که در قسمت های مختلف وجود بیه مثلا اگر زردی سفید به صورت درست بل موقع تا دویناشا امکان در افراد اشخاص حالت را به نام کریو گلوبولیمینیا میگن امکان در پیشون تاس کنند التهاب در کلیه ایجاد چا مثلا گلومنفریت یا گلات میگن التهاب در غده تیروئید ایجاد چا مثلا اکالت را به نام تیروئیدیتس میگن امکان در افراد اشخاص یکس التهاب در قسمت قدوات لابی شان اینجا چوکیر بنام سلیدی نایتس میگه امکان داره افراد اشخاص مشکلات در شش شان اینجا به بنام ایدیو پاتک پلمون و فایبروس میگن امکان داره افراد اشخاص یک سل سرطان های خون پیشان رشد بکنه و در پالی از او امکان دارد در صورت که خانم حامله زردی سفید می داشته باشه سبب شده که بولادت قبل از وقت و در پلیازو مرگ جنین در, در داخل رحم خود تجربه بکنه پس نیاز است که اگر یک مادر هپاتای می داشته باشه ضروری است و شد ضرورت است که باید مورد سروی و مورد نظارت نظارت قرار بگیره که از سفید یا هپاتای پیش مادر است یعنی خب از دل طریقه انتقال گفتم که یا با استفاده از است مقاربت های جنسی نامسون است یا با استفاده از است تماس خون ملوث با خون فرد سالمی که ای خون ملوث با خون فرد سالم از طریق زرقی و تماس می از طریق مثلا تطبیق سرنج های مشترک مثلا انتقال صورت میگیره از طریق انتقال خون یک نفر به نفر دیگر انتقال صورت میگیره و هر چی که باشه خلاصه تماس خون ملوث با خون فرد سالم و در پلی از او مقاربت های جنسی نام از اون در ضمنش با استفاده از شیوه که در جریان ولادت امکان داره مادر که مساب زردی سفید باشه و در صورتی که لود یا اندازه امی ویروس در خون زیاد باشه امکان داره در جریان ولادت از مادر به نوزاد یا جنین امی انتقال بکنه قابل یادواری و توجه هست دوستان که در هپاتایت سی اه مادر میتونه راحت طفل خودش شیر بده و این میکروب از طریق شیر از یک فرد به فرد دیگه انتقال نمیکنه یعنی معمولا این ویروس طریق انتقالش برتون گفتم مادرای که زردی سفید دارن راحت میتونن طفل خود شیر بدن هیچ مشکل نیست راحت میتونن طفل های شیر بدن خب از دل آیا زردی سفید گم میشه یا میمانه؟ اگه مانه آیا واقع را داره در پی یا نداره؟ در پلی ازو افراد اشخاصی که پتای داشته باشند باید چه توقع را از دکتر داشته باشند و چه توقع را از طبابت داشته باشند همزمان با زردی سفید افراد اشخاص باید کدام واکسینا را تطبیق بکنند در ضمن ازو خطر تحول جگر مریض به یک حالت غیر فعال ای در چقدر وقت در صورت موجودیت زردی سفید ممکن است چیزهایی است که ما امروز به بحث میگیریم شما تا آخر بیننده بحث برنامه باشین خب از جای که قرار است تماس بگیرن 0707 95 95 پل ارتباطی شما با من بیچاره هست یعنی 0707 95 0707 935 935 شما رو با ما وصل میکنه و اگر کلا مشکل سیهی دارین تماس بگیرین و مشکل سیهیتان رو با ما در میان بگذارین خب از دل چگونه ما تثبیت بکنیم یا تشخیص بکنیم که واقعا زردی سفید داریم با کدام راهکار ما میتونیم که موضوع را تشخیص بکنیم اول تثبیت با استفاده از امینوفلورسنت رادیومنیسی است که انتیبادی در خون مریض ملوث ثبت میشه مثلا یک فرد ملوث داشته باشه HCV انتیبادی در خون فرد ملوث یه انتیبادی است و این توسط ماینات تسبیت میشه هرگاه این انتیبادی در بدن فرد به مدت بیشتر از شش ماه مثبت باشه این حالت مبرای از حالت حاد میره به طرف مزمن یعنی تو در این صورت فرد را میگی که کرانی که پتایت سی داره یا زردی سفید مزمن می داشته باشه حالان که در افراد اشخاصی که مثلا مافیت خوب داشته باشن مافیت مثلا بهتر داشته باشن در ضمن تغذیشون خوب باشه امکان داره این حالت در مدت 3 و 6 ماه کاملا رشف شوه و کاملا از بین بره ولی اگر تثبیت انتیبادی بیشتر از 6 ماه در بدن افراد اشخاص موجود بود دلالت به این میکنه که این وایرس از شکل حاد به شکل مزمن از شکل حاد به شکل مزمن تبدیل شده و باید مورد سروی قرار بگیره مرحله بعدی عبارت از HCV RNA Quantitative PCR هست یعنی با استفاده از ماینه PCR نشان داده میشه که لود یا بار وایرس در خون به چه اندازه هست اگر ای به بیشتر از 25 و 30 آیو رسید در این صورت بر مریضا اکثر اوقات تداوی شروع میشه یعنی هرگاه در ماینه PCR تثبیت کرد که فایرال سی uh, یعنی وقتی گو وایرال هپاتایت سی سی یعنی تثبیت شد در این صورت بر افراد اشخاص تداوی شروع میشه uh, ولی معمولا در شکل حاد از این وایرس امکان داره که در ظرف 3 تا 6 ماه مهار شوه از بین بره و فرد به طرف مزمن شدن نره اگر ما مساب زردی سفید هستیم باید متوجه باشیم که تکلیف گرده پیدا نکنیم تکلیف جگر پیدا نکنیم در ضمن که به ترمسال زردی سفید ما شما داریم کوشش کنیم که زردی سیاه پیدا نکنیم تمام افراد اشخاص باید متوجه حفظ و نظافت خود باشه. یک ذره سر روان خود کار بکنیم به خاطر هر قدر که روان نارام باشه مافیت بدن هم قدر ضعیف است و هر قدر که انسان مقاومت بدن ضعیف باشه هم قدر چانس مصابیتش به زردی سفید و سایر امراض و در این حال ایجاد اختلاطات نازی از این راست بشار بلند می باشه خب خب تثبیت شد که فرد سیوی انتیبادی در خونش مثبت است تثبیت شد که فرد زردی سفید داره تثبیت شد که ای فرد ایچی وی آر پی یا منفی میه یا مثبت یعنی یا دیتکتیبل میه یا نات دیتکتیبل میه اگر دیتکتیبل آمد خب مریض مورد تدابی باید قرار بگیره و اگر نات دیتکتیبل آمد مریض فقط منتظر میمونی و برش میگی که مثلا در مدت 6 ماه یا یک سال باید یک دفعه یک ماه یک پی برد تکرار شود چرا در ماخذ تیبی که ما مطالعه کردیم نشته است که اگر ای افراد اشخاص درست به این موضوع توجه نکنن و سال یک دفعه اگر پی سی آر نکنن امکان داره که در آینده پیش از افراد اشخاص مشکل ایجاد شوه یعنی مریض سال یک دفعه برش ماینی پی سی آر میشه از روی از ماینی پی سی آر برش گفته میشه که آیا به تداوی دوایی افراد اشخاص ضرورت دارن یا ندارن اگر ماینی پی سی آر تثبیت کرد و میزان مقداری وایرس را در حالت رپلیکیشن در خون تثبیت کرد در این صورت نیاز به است که افراد اشخاص حداقل بر مدت تقریبا سی ماه یا بیشتر از سی ماه درست مورد تداوی قرار بگیرن یعنی بر مدت 12 ویکس او مور دن دات بر 12 هفته یا بیشتر از 12 هفته سابق دیورشن تداوی زردی سفید تقریبا در حدود 24 هفته بود ولی تغییرات که در رژیم تداوی از این میکروب در بدن ایجاد شد آل تداوی از این معمولا خلاصه شده به سه ماه یعنی افراد اشخاص 3 ماه باید ادویه استعمال بکنن این شد یک در پلی از یک چیز تانی تان یک باشه دوستا عزیز که هپاتایت سی تقریبا هفت نوع تایپ داره هفت نوع تایپ یعنی به ترم مثال انواع ژنتیکی از این وقتی که جهش کده هفت نو از تثبیت شده که از نمره اول تا هفت نشان داده میشه هفت نو ژنتیکی از این ویروس وجود داره و هر کدام از این امکان داره توسط یک دوای مشخص از بین برده شود بنابراین در تداوی زردی سفید باید ادوی انتخاب شود که ادویه بتواند در مقابل تمام انواع ژنوتایپ های از ویروس هم یعنی مؤثریت داشته باشه گرچه در بعض کشورها که هست وایرل جینوتایپینگ صورت میگیره جینوتایپ میکروب مشخص میسازن و به اساس تثبیت جینوتایپ خود میکروب باز گفته میشه که شما از اینی کتگوری از دوا انتخاب کنین ولی در افغانستان یک ذره یک مثلا چون قابل دسترس برای همه نیست همگی مثلا وایرال جینو تایپینگ کردن نمیتونه به می خاطر بعض اوقات بعض از دواهای داده میشه که قابلیت کوراج یا کور کردن تمام انواع ژنتیکی ای هپاتایت سی را دا داشته باشه خب از دل چگونه ما خود را از هپاتایت سی باید وقایه بکنیم البته بدون شک ما به این موضوعات میپردازم ولی فعلا ما شماره ارتباطی برنامه را با شما شریک می سازم 0797 935 935 پل ارتباطی شما با ماست تماس بگیرین مشکل شهی تون را با ما در میان بگذارین و جوابای طبی ما را دی مورد داشته باشین چاشت که میشه آدم سیهی را جهی میگم متوجه هستی دوست عزیز خب 0797 سفر هفت صدو هفت همکار تکنیک از صدا داره میگه شماره را غلط گفته به از خدا یک وقت در برنامه یوتیوب شماره تلفن من و آدرس آدرسی های من رو میزده تقریبا دیگه دیگه ویدیو است هم مسئول بخش یوتیوب گفته میره که این دکتر سی ویدیو ما بسیار ویو زیاد گرفته و به در بزرگوار خوب نه لپوجاب شده و این موضوعات یا من میبینم که شماره تلفن مرا کلشه. با واس 0789 070 0078 زده یعنی یک نور است که یکو زنگا کجا رفته ما چون با خدا معلوم آل فعلا شماره ما شما چند است 0707 0707 0707 0707 پول ارتباطی شما با فعلا با فعلا با, فیلن با برنامه است و در خط مرامه ما شماره ارتباطی که میتونین در خط برنامه با ما ارتباط داشته باشین او را همچنان امرایتان شریک میسازم موضوع برنامه وایرل هپاتیتس سی یا زردی سفید یا التهاب کبد ناشی از هپاتیتس سی یا ویرس نوی سی خب چگونه ما وقایع بکنیم خود را از هپاتیت سی باید چگونه خود وقایع بکنیم متاسفانه متاسفانه چون انواع جنتیکی جنو... ویروس در حال تغییر است به می خاطر تا فعلا بر از وایرس در دنیا کدام 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 واکسین وجود نداره یعنی کدام واکسینه که از طریق ازو ما بتانیم هپاتایت سی سی را وقایه بکنیم تا فعلا وجود نداره یگانه راهکار و شیوه که از طریق ازو میشه ما وایرس را وقایه بکنیم ما بر شما وارد توضیح میتونم تماس داریم فعلا خب بله بلی سلام علیکم داکتر سیب چی الل هم خوب هستیم ستمن بدززور بخیر زنده باشین سلامت باشین بعد از زور شما همچنان بخیر دوستم آها سلامت باشین صفی الله هستم از البته ارز ولایت حران زبیولا آقا از ولایت حراقت بفرمایید دکتر یک موضوع سوال خوب خواهید از موضوع برنامه اجازه شما باشه بفرمایید داداش بفرما یک موضوع که البته چهار امروز زیاد هم چون فرض هم راجع به گرموزدگی هست که چه های ما انجام بدیم بالاخره که شب بشه بالاخره گرم دچار نشه برای هم اگر ما افت هم گرموزدگی را دچار شده دوست با عزت ما متاسفانه متاسفانه شما برنامه را به خیالم شنونده نبودین روز دو شبه مطمئن نمی مطمئن بود یا چهار شنبه گذشته بود موضوع مهراقی بحث برنامه را همین موضوع تشکیل میداد آفتاب زدگی یا جل زدگی یا گرما به اینترنت دسترسی دارین؟ نخواهیم نه علبتا چون ما برنامه شما امروزی هم داشتیم دکتر کارلوی ازی دلی خ خ خ ما چی گفتم گفتم با اینترنت دسترسی داری؟ داریم نخواهیم نه اینترنت خود دسترسی نداری ولی اگر خوب میشه اگر خوب توجه داری مشکل نداره که ترتیب بشه صحبت داشته باشیم سلامت بخیر بخیر باشین شلو قشنگ میکنیم ما بخیر ما با اینترنت از خاطر گفتم دوستم که امروز بحث برنامه آفتاب زدگی ما در یوتیوب اپلود شده. اینا کاش که اومد تونستن ببینن و بشنون خب متاسفانه که اینا او رو شنونده برنامه نبودن اگر ما تقریبا یک سات در مورد آفتاب زدگی و جل زدگی و هیت چاوما که هیت کرمپ چیز هیت اکسهاشن چیز هیت سنکوب چیز هیت ستروک چیز بحث کردیم خستگی های ناشی از حرارت قلنج های ازلی ناشی از حرارت در زمان از ضعف ناشی از حرارت و از سکته های حرارتی مغزی خب بله. تماس بعدی بلی؟ بلی بله بله بفرمایید دوستم بله بله مشنا هم جان بگو بفرمایید سب بله بونمون سر دینا و فترات اینه مکتر چی میشه بود اوقعی قشکم ماسه مصر تشفا خانه هم بردن پیکایی داده او را دیگه چیز نگفته اون می چشم بکنی گفته سینه ایش هست آلو را چرا قم کنید داکتر سر تفرد بیستاد باز نه چونی که می خورم می گردانه بوده پس استفراغ داره در پالی استفراغ بر... ایسال هاتم داره استفراغ داره بله آسد ایسال هم هست؟ ایسال هم خو خو خ خو به دوای که برش داده تا دا 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 دا؟ با حال یک کمک در استبراق و در از او در ایسالاتش کمک تغییرات ناورده؟ یک یک داده یک داده خو پاس دا گفتن در دا دا شف... گفتن سینا و بغل است ها؟ گفتن سینا و بغل است بله آه شما زنده بود با. با وقت پیدا خوش شده؟ بله گفتم تفلک با وقت پیدا

0707 935 935 پل ارتباطی شما با برنامه شفا از تلویز... از رادیوی آریانا ما روزهای شنبه دوشنبه و چهارشنبه برنامه سیهی می داشته باشیم در خدمت شما خوبان شما می تانید که برنامه را تا آخر شنونده باشین و از این طریق به دانش طبی و سیهی تان نزای دل بیفزاییم خب تماس بعدی داریم 0707 935 935 خب هم گفتیم چگونه از زردی سفید خود را واقعه کنیم باید شریکای جنسی متعدد نداشته باشیم کسایی که شریک جنسی متعدد داره باید سیف سکس مراحت بکنن یعنی مقاربت های جنسی مسئون که از انتقال استیدی از, از از, 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 یک فرد به دیگر فرد اجتناب به عمل بیاید یعنی استیدی امراض را میگن که تحت نام سیکشوال ترانسمیتد دیزیز است امراضی که از یک فرد به فرد دیگه توسط مقاربت های جنسی نامسئون انتقال میکنه مثلا هیومن پاپیلوما ویرس دمی شامل هست هرپس سمپلکس دی شامل هست در پلی از او ویرل هپاتایتس دمی شامل هست کلمایدیا دمی شامل هست گونوریا دمی شامل هست اینا همه در کتگوری امراض استیدیمه یعنی امراض که از یک فرد به فرد دیگه توسط مقاربت های جنسی من نامسون انتقال میکنه و یک از ویروس هایی که از طریق مقاربت های جنسی نامسون از یک فرد دیگه انتقال میکنه عبارت از می زردی سفید هست بنابراین شما کوشش بکنید دوستای عزیز که اول خو های جنسی متعدد نداشته باشین و اگر مثلا شریک جنسی شما مصاب از این حالت است اگر چی گفته شده که انتقال از این ویروس توسط مقاربت جنسی زیاد یعنی نهایی نشده ولی بازم اگر پروتکتد سکس یا سکس های مسئون اجرا شود به نفع تمام طرف است. مادرهای که زردی سیاه می داشت زردی سفید می داشته باید متوجه از این نقطه باشند که قبل از ولادت یک پی آر کنند در جیران ولادت باید پی آر شوه و در صورتی که لود ویرس بسیار زیاد بلند می باشه خصوصا در جریان حمل چانس انتقال از در هنگام ولادت و نوزاد وجود داره پس به می خاطر باید دکتر در دا جریان که دکتر اقدامای خود داشته باش و خدای نخواست از ان... انتقال از این انتان به نوزاد در انگام ولادت اجتناب به عمل به چرا هرگاه یک یک طفل در نزدیکای ولادت یا در جریان ولادت مساب این حالت شود بازی خطر بسیار زیاد وجود داره که داینده دا بره به طرف خدا نخواسته سیروز جگر و به طرف خدا نگاه کنه سرطان های کرد در ضمن از او در, در بالای تغذیه خود افراد اشخاص باید بسیار زیاد متوجه باشند افراد اشخاص واکسین ای را باید بکنند واکسین هپاتایت بی را باید بکنند به خاطر که کو انفکشن یا همزمان موجودیت چند انتان که سبب ایجاد هپاتایت سی التهاب در کبد میشه امکان داره خطر تخریب جگر را بیشتر بسازه از دل شما شنونده ای, ای ار اف ام هستین روی موج و ما دکتر قیس نگزاد است متخصص امراض داخلی مو جنسی برنامه شفا است برمیگردیم بعد از یک وقفه کوتاه خب از دل وقتی که در نزد یک فرد تثبیت شد که فرد زردی سفید داره با کدام راهکار مایر ما رو تطویق قرار بتیم یک سل گروپ از دواها تثبیت شده دواهای انتی ویرالی از زد ویرسیه که میتونند در عرصه مهار کردن فعالیت این ویرس ها نقش داشته باشه دوا های مختلف مل مثل نکلو ساید نکلو تاید آنالوگس، مثل بطرم سال ایچ سی بی و سایر دوایی که میتونه موثریت در انواع مختلف ژنتیکی هپاتیت سی داشته باشه یعنی انواع مختلف ژنتیکی از این فعالیت را سرکوب کنه مهار بسازیست و در نهایت فرد را از رفتن به طرف سیروز کبد از تخریب بیش از جگر و در آینده از رفتن به طرف سرطان های کبد وقایع بکنه دوای مختلف است معمولا کورس تداوی ازی نظر به انتخاب دوا فرق میکنه خود در کل یک کورس تداوی دوازده هفته ای یعنی سه ماه ضرورت داره دوای ازی متاسفانه قیمت است تقریبا هر ماه تداوی ازی تقریبا در حدود 3 4000 افغانی هزینه بر ولی مریض ناچار است که استعمال بکنه چرا اگر خدای ناخواسته کبد برابر به طرف سیروس و اگر کبد بره طرف سرطان ها یک پیوند جگر تقریبا در حدود 50000 الی 1.5 دلار مصرف داره هزینه داره بنابراین خوب است که از تاسس سیروز که و رفتن به طرف سرطان های که با تداوی زردی سفید خود را و اطرافیان خود را وقع بکنیم خب سفر 707 95 95 شما را به برنامه وصل میکنم و همکار تخنیم بسیار به قهر میگه که تماس داره <تصحیح> جایش سیف هزیست. بله سب. سلام علیکم دکتر سجاد جوان حالت خوب است بخیر است ان شاء الله سلامت خدمت باشین بخیر باشه من منتظر شدم میگی که اون او جوانی دیگه میگه که نه تماس داریم دکتر صاحب بخیر باشه ما همی وزن ما زیاد سر است چرا کم کنیم دکتر صاحب گرچه ورزش هم میکنیم و امرایش چیزم دارم رژیمم دارم چند کیلو است جوان نفهمیدم وزن چند کیلو است وزن ما تقریبا 98 کیلو قد چقدر هست یک و افتاد سه خواه یک دقیقه یک صبر بکو که من بادی مس اندیکس تو رو محصوبه بکنم که در کتگوری چند چاقی میهی خواه قدت یک اشتاد یک افتاد چند است؟ یک اشتاد دو یا افتاد سه یک اشتاد دو خواه زربی یک اشتاد دو دو اشتاد نو و وزن چقدر گفتی است نوید چند؟ ۹۸ کیلوگرم تقسیم دو اشاره نو بله بله تقریبا بی مایت یا باری ماس اندکس تو تقریبا سی و فی متر نو مربع و تو آقا جان دا دوم چاقی میایی بخاطر که بیم های یا باری ماس اندکس بین 18.5 تا 24.9 یعنی از 20, 25 تا 31 گریده اول چاقی است از 30 تا 35 گریده دوی چاقی است در تو درجه دوی چاقی می آیی حتما شکم هم خوب پیش بر آمده والا خوبه خوبه دکتر صاحب ما از طریق رادیو بازی می شنیم دکتر صاحب اگر چیز راه نمایی داشتی سه کارت ساک کارتت وستفنه شه راست می سلام علیکم <laughs> سلامت باشه آقا جان راست میگه بدر حالا ما دیگه در تلفون قسم که تیج مصروف کارتش بله بله آقا جان هم کار تخنیک میگه کات شد قد سفر هفت ارتباطی شما با برنامه شف های تل رادیو آریانا شما عزیزایی که در هر کجا هستین میتونیم مستقیما تماس بگیریم و صدای خسته کنه مرا بشنویم بله آقا

شکر و پروسات و بدر برم دو تکریف کمرم پیدا شد خوصیب صدر تکریف میده پیدا شد از پیش دکتر تو به فرهاد که در از جرمنی ببنن خوش تقریبا پنشش پیش چی گرفتم که دوا گرفتم من تو گشتم ایت آنم من من گل و تو سخت نیباشه و درد بگیره ایت کانه چند سال است که شکر داری آقا جان چند سال است که شکر داری تقریبا 6 سال میشه دکتر این تکلیف های میده و همزمان با شکر پیدا کردی یا پیش از مشکل شکر و مشکلات میده داشتی بله. این مشکل فقط این پروسات و پیدا شد بله گپ منطقی میزنی آفرین به تو سلامت آه. باشی آقا باز گپ میزنیم سلامت, آه. آه سلامت. Acute آب بسیدی هم کار تخنیک تماس ها را پای هم وصل میکنی دوست خیر ببینی بله همچه ریمو سلام بله سلامت دکتر سفوز زنده و سلامت باشین بفرماین سفوز دکتر سفوز من مشکل دارم هر روز فشار ما پایین میشه در گرمی نمیخصم میشند البته در بخار در زمستان نمیشون مخصم دا 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 سر داغ سر داغ میه و وقتی که فشار را چک میکنی فشار چند میباشه؟ فشار تک نمیکنم دکتر سیبا روز پایین میشه روز کی میره دیگه راست میگه گپ خودتان به جای است ولی کنون وقتی که فشارت تثبیت کردی فشار چند بوده فشارم نگم ایتا کنون وقت نشده که من رفته باشم فشار مدید خیلی از روی چی میگی که فشارم پایین، از روی همی که گنگس میشی از روی همی که داغ میگی بله آقام تو دست پایین بلی... تو میشه ای موضوعات را که میگم شده مترمی نشانه های فشار به شکل قطعی نیست خو یگانه چیزی که فشار را تثبیت میکند دیدن فشار توسط یک آلی دقیق و یک فردی است که در این موضوع بفهمه در این موضوع برد معلومات را میکنیم کنیم شنونده باشیم وقت خوش 7795 بله بله بزرگوار جور است انشالله آه شکر دکتر صاحب خوب هستیم الحمدلله شهت شما خوب است آه شکر دکتر صاحب میگون چیز دارم بلغم دارم زیاد خواه در گلونت بلغم میباشه؟ آه زیاد یعنی مستش. بلغم یا خلط پشت حلق داری منظورت همی است آه پشت حلق سلامت بخیر باش کف این کف کف سلامت باش آقا جان هم درد میکنه قلبت هم درد میکنه سلفه داری امراش نه نه برادر بزرگوار دلجوش است یا عراق ترش میکنه تیزاب بالا میایه ولوش میکنه در درست تو به حال عملیاتو بستر نشدی؟ نه 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 درست و دزم نازو برادر بزرگوار تو دماقایت بر نیست از دماقایت تفرازات به گلو پایان نمیشه از دو مخای و بند ولی دو تو زنده باشی دوستم بخیر باشی تو سلامت بند نی 707 95 95 پل ارتباطی شما با برنامه سیهی رادیو آریانا باش بنوشیم یک روز یک, یک جای کار میکردیم بازمو مسئول کلینیک با خاطر که مریضا رو و گرفتن عدویت تشویق بکنم باز دوا را می یکی را صبح نوش جان بکنین یکی را شب نوش جان بکنین این دوا چی است که نوش جان شاید تا که ضرورت نباشه می سونش که آدم می دل آدم سیاه میشه خداوند دشمن آدم محتاج دعا دوا نکنه محتاج دعا بکنه محتاج دوا نکنه دوا ولی وقتی که ضرورت بود مجبور از فرد که باید استعمال بکنه آره ما گفتم باش که اگه آب نوش جان بکنم خودتون گفتیم نوش جان از <Anyways pagan prepare> خدا کنه که کل کل خو نه برده باشه یه تر گرمی از د پولی گرمی است یک رقم هوای یخی سی دفترم به در صدا داره و حرارت نه. از طرف دیگه یه 5 شش طرف لایت ها زدگی اما قدر یخی که یار کاندیشن تولید میکنه پس کلش لایت ها میزنه جو جاو میکنه و تاقه که بدر حمام جور کرده میاره ما تو با خود چندوک کنده را که برد جریان برنامه مرا ول خو نه بره خب ام دوستا امیدوار هستم که سر حال باشین و هر کجا باشین تبتون شاد باشه اجزای دل شما شنونده رادیو رانه استن و برنامه صحی شفا و روزای شنبه و دوشنبه چهارشنبه میتونید که به صورت زنده و مستقیم بشنوید اول وطندارهای خوب قبل از که ما بپردازم به ارائه کردن به پاسخ های شما عزیزان به سوالات شما به پاسخ رای کردن به سوالات شما عزیزان ما به تمام دوستایی که در مورد از این موضوعات سوال مطرح کردن پیشنهاد میکنم که اینمی اینوانای های مرض خود مکمل در یوتیوب یک سرچ بتن مثلا او دوست ما که در مورد چاقی سوال داشت نشته کنه در یوتیوب چاقی در دا بغیرش دکتر قیس نکزاد بعد این موضوع توضیح دادیم که کدام برنامه غذایی مراعت شود چرا کارا را بکنین کدام ورزش ها را مراحت بکنین کدام سپورت ها را شما مراحت بکنین در رسان های مختلف مصاحبه کنیم را کارهای مختلف را گفتیم برتون میتونه کمک کننده باشه در ضمن از دوست دیگه که مثلا در مورد سوی حازمه شکر صحبت کردن شکم گفت شخی داره پیش کم دکتر سبک از خارج مریض میبینن مراجعه کردن هستوریش گرفته شد اینا نشته کنن ارتباط تکلیف میده و روده با شکر در یوتیوب اگر دسترسی دارن دوست دیگه ما که گفتن فشار ما پایان میشه اینا در یوتیوب نشته کنن فشار پایان موضوع برشان میه و عزیز که گفتن در قسمت پشت گلویشان بلغم جمع میشه در یوتیوب نشته کنن عامل جمع شدن بلغم در گلون در دا یوتیوب دکتر قیس نشته موضوع میه مثلا کلا نگوین خودم یوتیوب موتوب هم ندارم کال کدام تبلیغ مندی بلای من, من نکنین که البته از خاطر بیادر این کدام هنکم ماید خود میگه کورس نمی که کدام یوتیوب موتوب دیده باشیم یعنی موضوعات هست که من در 10 سال در برنامه های مختلف طبی در موردش بحث کردیم و شما وقتی که یاره ببینین میتونین که اکثر سوالات شما مرفو شوه هم تخنیک میجا تلویزیون است حفیظ جان میبینی که تو عکس سلفی گرفته راه اسم هستی چی امیری بچه بسیار تایت است نام خدا کتی اخن که سرخ خودونه اگر رقم عکس ها را گرفته میره که حد اندازه نداره ما خو کور که کدام روز کتی ما کس عکس بگیره خوب از زید از ام وطن دار ما تماس گرفته بودن که تفلک است ام داره و اسالاتم داره عزیز دل شما دوایی را که داده تا آخر ادامه بتین در رژیمشون شاید مشکل نباشه اکثر نمونیا سینه و بغل امکان داره که سبب دلبدی و استفراغات و سبب احصالات همچنان شود فصل گرما هست اصالات مختلف بکتریایی و وایرسی و تسمات غذایی همچنان خیلی به اوجش رسیده امکان داره که این چونی یک مشکل هم باشه در مورد ریهایدریشن بسیار فوکس و توجه بکنین مایات بر طفل داده برین اگر در شیر اس مادر شیر برش داده بره اوارس برش داده برین اوارس اگر ندارین در خانه جور کنین توسط مثلا دو قاشق بوره یک قاشق نمک یک لیتر او و در پلیازو آب مالتا کینو گرکو شفتالو پوست شو سی برش داده شو البته طبیعی قطعه که اقا طبیعی فصل فصل میوست تایی که آن چیزی که اطفال را در دامن دان دامن یا در دلبدی سفرخ تخریب میکنه زایات مایات است ای که جبران شد که پن ان شاء الله و اگر بازم در مدت 3 تا 5 بهپودی بهبودی وضعیت سی ایجاد نمیشه پس دوباره به دکتر سبک دوا براتون داده مراجعه داشته باشین که یک تجدید نظر در مورد رژیم تداوی خود بکنه پیش برادر که تماس گرفته بودن مشکل معده شان از میر بچکوت گفتن فکر کنم تماس گرفت یا شکر داره به اصطلاح مشکل میدی از اینا امکان داره که دو داشته باشه یک دراگ اندوس دیسپپسیا مشکلاتی که ناشی از گرفتن دوای زیاد استفاده میشه به اکثر دوا که باعث سوی هاضمه میشه مثلا دوای تشکین کننده درد دوایی که به خاطر تداوی کمبود کلسیم استفاده میشه دوایی که به خاطر کم خونی استفاده میشه نه اکثر سوی هاضمه خلق میکنه دوم ما اصطلاحی داریم به نام دیابتیک دیسپپسیا یعنی سوی هاضمی که در سیر مرض شکر پیش فرد ایجاد میشه ارتباط تکلیف میده با شکر یوتیوب ویدیو تماشا بکنید بعض دوای شکر و خود شکر امکان داره یک سلسله ایجاد بکنه که در سیر از این ها افراد اشخاص سوی حازمه داشته باشند نیاز به است که با اسناد موجودی خود یک دفعه به یک دکتر سبزنیستیک مراجعه داشته باشند گرفتن مایات ترجیح بتن ورزش غذای فایبردار پریز شکر مراجعه شکر خوب کنترل شود در صورت عدم قناعت مراجعه به دکتر از نزدیک ضروری است چاقی انواع مختلف داره چاقی سیمانه چاقی ناکمانه چاقی که چربی در شکم و کمر جمع شده چاقی که در باسن و در ران جمع شده در زنا یک رقم چاقی در مردان دیگر رقم چاقی است باری ماس ایندکس یا که که بدن از اینا تقریبا 33 در کد گروپ دو چاقی میان پریز منظم و داشتن برنامه درست غذایی امکان داره که در این امر برای دوست ما کمک کنند باشه به خاطر کنترل فشار پایان هم باید اول یک فشار خود ببینه بی اگر مثلا واقعا فشار سیستولش از 90 میلی متر ستون سیماپ پایان بود اغز مایات را ترجیح بتن. در بالای ترکاری میوه یا نمک زیاد استفاده شود ورزش منظم داشته باشن از جای خود یک دفعه بلند نشن بالای تغذیه خود کار بکنن بله در, در, در فصل گرمی به اساس وسعت پیدا کردن یا بزرگ یا ش... یا یا شل شدن به اصطلاح رگای محیطی امکان داره که فشار پایان داشته باشه چون فشار پایان دگام پیشون بیشتر شوه به می خاطر بو راهکار میتونن پیش برن ولی یادتون باشد در تبابت فقط نظر اهل خبره مطرح است فلانی مرا گفت است همسایه اگه گفت است دکتر سیمین دوای تا کن به خاطر بچه کاکای میگه یک دکتر از این متات نشه بچه بچه کاکای تا دوای مچی بچه کاکای چه کار است میگه به در گوشت قصابی داره یا مثلا فلانی همسایه گفت دوای شکر نه خوب بود گردی خراب میکنه بچه بچی همسایه چی کار میکنه بچی همسایه مثلا میگه ده دا فلانی اداره مامور است در مورد موضوعات صحی نظر غیر علمی مجاز نیست کسی که میتا باید مسئولیت داشته باشه پس به اون خاطر در شکای واقعی داغ آمدن و بیاری و سستی و موضوعات تنهایی پایان ارتباط داره یا نه و در مورد افرازات خلطی یا بلغمی پشت حلق با گمان اغلب که مشکل از این برادر ما با, با استفاده از گرد یا رفلکس پیشون ایجاد شده حالت را میگن که که دانه میده که مک واز میباشه از سیدمه بالا وقتی که بالا آمد سبب تجمع یک سل مخاط در پشت حلق به شکل قفگو نشده میتونه بالش تا باید یک بلس بلند بانم بین با خوردن نان و ساعت یک سی ساعت فاصله مراد شد پرخوراکی نکنن کم کم نان بخوره چند دفعه با یوا سه وعده دو غذایی و, و خف نان بخورن کم کم که کدام غذا اگر حساسیت در استعمال نشه و در صورتی که مثلا باز مشکل نند نشود همزمان با دکتر داخله و گوشه گلو باید مراجعه داشته باشه وطندار عزیز ما نمیتونیم به تمام تماس های شما به هرسه وقت رسیدگی بکنیم سه شماره را میگوم که همیشه فعال هسته و می تانین از ای طریق زنگ بزنین تماس بگیرین با ما وصل شوین و اگر مشکل صحی دارین در واتساپ پیام بگذارید صر 78۹ ۲2 ۲2 8۹ 22، 7۴ ۲2 ۲28۹ و صر 78۳ 22 0748 ببخشید 0748 22 شماره شماره 22 89 این شما سه شماره همیشه فعال است 22 22 89 نمبر است فقط یکیش 0748 یکی 0724 هست یکیش 0704 هست یکیش 0730 اینا میتونه که شما را مستقیما به برنامه وصل کنه و اگر مشکل صحی دارین شماره واتس اپ 0789 22 22 89 پیامای شما را از طریق واتس به من انتقال میده ساعت فال است خدا کنه که از برنامه خسته نشده باشین خدا کنه ما تانسته باشم که از طریق برنامه به آگاهی تیبی شما کمتون افزوده باشم تا ای که روز دوشنبه به در خدمت شما ایزا قرار میگیرم همه تانه به الله پاک و لعظا امانت میسپارم ایام به با کامتان باد تا ادار بعد بدرود